فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى لا مثلها نازلة ولا بائغة عاجلة أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه في أفنيتكم وفي ممساكم ومصبحكم يهتف في أفنيتكم هتافا وصراخا وتلاوة وألحانا ولقبله ما حل بأنبياء الله ورسله حكم فصل وقضاء حات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سلام و درود خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. با برنامه خطبه آسمانی با ما همراه باشید. گفتیم فاطمه زهرا علیها السلام با شنیدن خبر غصب فدک به مسجد آمده و حمد الهی گفت و به علل بعثت انبیا، دردناکی شهادت پیامبر، جایگاه امام علی، ارزش‌های قرآن، مسائل اجتماعی و آثار عبادات و رسالت و عملکرد پیامبر و دوران پیروزی و فرار دشمن از میدان و زندگی قبل و بعد اسلام، معرفی شخصیت حضرت علی علیه السلام پرداخته، از نفاق منافقین و رفتار زشت مردم، برخورد غلط با قرآن و اهل بیت علیهم السلام به شدت انتقاد نمودند و به ارث در قرآن، بی‌اعتنایی و ناآگاهی ابوبکر از احکام قرآن و نتایج این رفتار شوم و شتاب در بی‌توجهی به حق و عذاب کافران در قیامت خطاب به نقبا مطالب مهمی ایراد نمودند و به مصیبت فقدان پیامبر و نتایج آن پرداخت که همچون آن مصیبتی نبوده و بلای جانگدازی در این دنیا به پای آن نمی‌رسد. کتاب خدا آن را آشکار کرده است، کتاب خدایی که در خانه هایتان و در مجالس شبانه و روزانه تان آرام و بلند و با تلاوت و خوانندگی آن را می‌خواهید. این بلایی است که پیش از این به انبیا و فرستاده شدگان وارد شده است. حکمی است حتمی و قضایی است قطعی. خداوند می‌فرماید محمد پیامبری است که پیش از وی پیامبران دیگری درگذشتند. پس اگر او بمیرد یا کشته گردد به عقب برمیگردد و آن کس که به عقب برگردد به خدا زیانی نمیرساند و خدا شکر کنندگان را پاداش خواهد داد. به نکته‌ای فراز دقت کنید. مصیبت‌ها دردناک هستند اما بعضی از آنها در مصیبت‌های بعد از پیامبر صلوات الله علیه و آله حتی از شهادت پیامبر صلوات الله علیه و آله از این تر بوده. هیچ بلایی جانگدازی از مصیبت‌های بعد از پیامبر صلوات الله علیه و آله بالاتر نبود. خداوند در قرآن فقدان پیامبر صلوات الله علیه و آله را به بزرگترین مصیبت آشکار کرده است
قرآن کتابی است که در خانه های همه مسلمانان بوده و هست و مورد استفاده عام و خاص در موارد مختلف است. مردم قرآن را می‌خوانند. مردم شبانه روز با قرآن مانوس بودند. مردم گاهی با صدای بلند و گاهی با صدای آهسته قرآن را تلاوت می‌کردند. مردم گاهی با صوت قرآن را می‌خواندند. البته در گذشته مردم با پیامبران الهی همین گونه برخورد می‌کردند. البته رفتار ناشایست مردم قضایی است قطعی و مرتب تکرار می‌شود. البته خداوند می‌فرماید قبل از پیامبر صلوات الله علیه و آله پیامبران دیگری از دنیا رفتند. ای مردم، اگر پیامبر صلوات الله علیه و آله بمیرد یا کشته شود، شما به عقب برمیگردید و همان رفتار زشت جاهلیت را دنبال میکنید. البته کارهای زشت مردم به هیچ وجه به خدا ضرر نمیزند. شکر نعمتهای الهی بزرگترین پاداش را به همراه دارد. کمال تشکر را دارم از همراهی شما. یا حق، خدا نگهدار.